اولین دور مسابقات والیبال دختران به منظور انتخاب تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان در کابل برگزار گردید. با گفته مسئولین فدراسیون والیبال افغانستان، این دور مسابقات به شکل خوب برگزار شد. عبدالحمید صوفی مربی بخش دختران میگوید که توانستند چهره‌های برتر را انتخاب نمایند. اکثری خوبتر و بهتر منظمتر با نظم بسیار خوب و خاص و امیدواری بسیار زیاد برای رشد نمای والیبال پیدا شده. حتی فدراسیون والیبال ما که تجدید شده، سطح والیبال بخش اوناس ما خوبتر و بهتر از سال گذشته. امیدواری زیاد پیدا که به سطح همسایه دستوی همسایه خود ما خود میرسن ان شاء الله بسیار نزدیک. مسئولین فدراسیون والیبال افغانستان میگویند که در این مسابقات دو تیم از ولایت کندهار و هرات و شش تیم سرمیاش امید فردا صوفی کلاب الزهرا همبستگی و پوهنتون تعلیم و تربیه از کابل اشتراک داشتند. این مسابقات در دو گروه چهار تیمی برای چهار روز ادامه داشت. ورزشکاران نیز از برگزاری مسابقات والیبال خرسند هستند و میگویند که برگزاری همچون مسابقات برای رشد والیبال مفید است. میتونم بگم سطح ورزشی اینجا خوب، تمرینات اینا بیشتر بوده، پیشرفت کردن و دخترای هرات هم میتونم بگم بدون از این نبوده، اونا هم تمرینات داشتن. باز انشالله با مسابقات میبینیم. فعلا من خود از سطح ورزش و پیشرفت از اونا راضی است. پیام اینه که به این راه پیدا کنن، ادامه بدن و به دخترای قندهار به اونا افتخار میکنم، واقعا افتخار میکنم. چون خیلی عالیه که اونا اومدن به مسابقات ما شرکت کردن، باز هم مایوس نشن، باز هم بیان به مسابقات شرکت کنن. در ختم این دور مسابقات 16 تن از تیم ملی بزرگسالان و 14 تن از تیم ملی جوانان را به دست آوردند. قابل یادآوری است که همچون مسابقات والیبال برای رشد این ورزش در بخش دختران هر سال با شمول کابل در بعض ولایات نیز برگزار می‌گردد. مسئولین فدراسیون والیبال افغانستان میگویند که تیم انتخاب شده در مسابقات دوستانه که در تاجیکستان برگزار می‌گردد شرکت خواهد کرد. وحیدالله فیض صاحبی، تلویزیون آشنا، کابل.